سلام به یوتیوبری ستون جنگ. امروز میخوام با پدر مادرتون صحبت کنم. ای خیال بابا، میخوام یه جوری صحبت کنم که دیگه اینقدر نصیحتت نکنن. پدر مادر عزیز من، قربونتون بشم، من دست بوستونم، فداتون بشم. این کار قشنگی نیستش که اگه بچت درس نمیخونه بیای بگی پسر داییتو نگاه کن چقدر درس خونه، آخر سن دکتر مهندس میشه، تو به هیچ جا نمیرسی. چشم، امر دیگه نیست. بابای عزیزم قربونت بشم، وقتی بچت حالا کار نداره داره دنبال کار میگره، نکن تو سرش فلانی ببینی مایه اینقدر داره در میاره، تو مفخوری، تو همش میگیری میخوابی. یا به طور مثال بیا بچه فلانی رو ببین، واسه پدر مادرش فلان کار رو کرده، بچه ما رو نگاه کن تا لنگ ظهر میگیره میخوابه. قربونتون بشم، اون جوونم میدونه باید کار کنه، اون جوونم گرونی داره احساس میکنه، اون جوونم میدونه که هر چیزی رو نباید از شما بخواد. درست میگه. مگه اون بعدش میاد دستش تو جیب خودش باشه؟ مگه اون بعدش میاد که هر چی که دوست داره برای خودش بخره، هر چی که دوست داره واسه باباش بخره، هر چی که دوست داره واسه مامانش بخره؟ نیاد به شما بگه که مامان یه پول میدی، بابا یه پول بدی. بابا خدایا چند تا اسکناس بده. حالا درست زحمت میکشه، شما بهش پول میدید، اوکی، ولی بعضی موقع منت میذارید. این قشنگ نیست. همین که جوونه دوستان سر کار بره، آقا من کارم، یه سری تنبلن اونا اصلا کار نه، ولی یه سری که واقعا دنبال کارن این حرفا رو بهش نزنید. اون جوونه تو ذهنش میمونه، هیچ کسی همیشه که دستش تنگ نیست، یه روزی خدا لطف میکنه به اون جوونتون یه کار میده، اینم میره سر کار پول به دست میاره، برای شما هم جبران میکنه. درسته زحمت شما رو با پول نمیشه جبران کرد، فداتون بشم من، ولی مطمئن باشه جوانتون جبران میکنه. خواهش میکنم اینقدر بچه ها رو با هم مقایسه نکن، مخصوصا بچه های کنکوری رو اینقدر بهشون استرس ندید. آقا این همه آدم دانشگاه سراسری قبول میشن، همشون پولدار میشن، همشون دکتر مهندس میشن، همشون تاپای ایران میشن؟ نه آقا، یکی به درس علاقه داره، اوکی درسشون میخونه، یکی علاقه نداره نمیتونه بخونه، آقا دیپلم یه بذار دنبال کارش، یه بذار دانشگاه آزاد بخونه. ببخشید این حرف میزنم، بستگی به عرضه طرف داره. من آدم میشناسم که سواد تا پنجم دبستان داره، مولتی میلیاردر تو بازار تهران، اسمش هم تو صنف لباس همه میشناسنش. آدم میشناسم دکتره 50 سالشه تازه تونسته یه دونه ماشین خوب واسه خودش بخره. همه چی بستگی به عرضه آدم داره. از این برم آدم میشناسم تا پنجم دبستان درس خونده به هیچ جا نرسیده، هشتش گره نوشه. آدم میشناسم دکتره مولتی میلیاردره. همه چی بستگی به توانتون، همه چی بستگی به عرضه داره. قرار نیست که همه دکتر مهندس بشن، قرار نیستش که همه تحصیل کرده بشن، قرار نیستش که همه دانشگاه سراسر بخونن. یه ذره با جوونتون را بیاد، به خدا قسم سخت نیست. ما هم جوونی، ما هم این حرفا رو شنیدیم، فشار به من وارد شده. زمانی یه جوون حالش خوبه که اون تیکر رو نشته، میاد تو خونه بابا بابای نگه باز این اومد، باز این مفخور اومد، مامان نگه ای بابای فلان. دستاز مامانم، مامانم رو کمتر که بابا خیلی گیر میدن. ولی با جوونتون این کار رو نکن، جوونتون هم دنبال کار است. و از شما جوونه عزیز خواهش میکنم، شما هم پدر مادرتون درخواست زیاد نداشته باشید. نگو پدر فلانی واسش ماشین خریده تو هیچی نخریده، پدر فلانی خونه مجرده واسش گرفته تو هیچ کار نکرده، پدر فلانی پول تو جیبش میده تو هیچ پول تو جیبی نمیدی. تو هم این حرفا رو به پدر مادرت نزن، در حد وسعتون نگاه کن، خودتو با کسی مقایسه نکن، در حد وسع توان پدر یه مقدار ازش بگی خودم بیافت دنبال کار، کل ایده خفن بده کن، انشالله که به درآمد خوب برسی. پس هم پدر مادر رعایت کنن، هم بچه‌ها. باشه چشم، دمتون گرم، کلی دوستتون دارم، انشالله که همیشه زندگیتون پر از آرامش و شادی باشه.